همه قانع بشن، همه اینو درک بکنن که این خشونت رو فقط با ابزار خودش که خشونته میشه از بین برد. بدون خشونت، بدون زور، این خشونت امروزی از بین نخواهد رفت. با تمنا و خواهش و اینها هم از بین نمیره. خشونت، یه خشونت غیر اقتصادی هم من میخوام اشاره بکنم. ببینید خشونت ها چقدر وسیعه، این همه کشدار، حتی از جنگ های جهانی و اینا آمارها رو بریم بخونیم، کشدار و مرگ و میر بیشتره ها. یعنی واقعا یه سری چیز آمارایی هم هست که قایم میکنن، حتی یه مقامی از دهنش در میاد بعدا مورد انتقاد قرار میگیره، مثلا که چرا چه میدونم شما گفتی که هواپیماهای بدون خلبان ما نمیدونم 4700 نفر رو کشتن. اینجوریه. این به غیر از اینها، تازه شما فکر میکنید که هر کی دهنش رو باز کنه بگه آزادی برابری میخوام، بگن نره استالینی، این اذیت و آزار فکری و روحی نیست؟ استالین کمونیست کش بود، در حزب خودش کمونیست ها رو تواب کرد و کشت، ناسیونالیسم رو رشد داد و کارگرها رو یک شنبه ها آورد سر کار، گفت یک شنبه های سرخ یعنی کارگر فدای میهن. اتفاقا استالین همجنبشی ناسیونالیست هاست و همجنبشی اونهاییست که دارن میگن همه فدای میهن. حالا این تحریف تاریخ و این یک حالتی هست که شکنجه روحی روانی برای کمونیسم کارگری از طرف بورژوازی در تمام رسانه هاشون اینو میکنن، انجام دادن سالهای سال و هنوز نوع جدیدش اومده، ولی بعضی از اپوزیسیون ایرانی از حمله آمریکایی عقب‌تر، تازه حالا اونها رو پیش میکشه. یا مثلا انقلاب اسلامی، مگه مردم انقلاب اسلامی کردن؟ میان میگن مردم کردن، خودشون کردن، حالا جوابشو بدن. مردم اومدن اون موقع گفتن آقا ما تکذبی نمیخوایم، همیشه مردم نفی میان، نمیان بگن ما اینو میخوام، میان میگن ما دیکتاتوری نمیخوام، تکذبی نمیخوایم، فقر نمیخوایم، ریاضت نمیخوایم، کنترل نمیخوایم. اومدن انقلاب بکنن، خب آلترناتیو دولت آمریکا همون شد که مرتجع ترین جناح اپوزیسیون ایران رو آورد و حکومت جمهوری اسلامی رو ساخت دیگه. آلترناتیو اوناست. مردم ایران نه اسلامیه و نه با قوانین اسلام زندگی میکنه و نه میخواست که قوانین شریعه اسلام شیعه رو بیه، همچی چیزی نبود. ولی این تحریف رو روز و شب دارن تبلیغ میکنن علیه ما و همش میخوان بگن که بله ببینید شما مردم، شما کمونیستا، شما چپها انقلاب کردین، انقلاب اسلامی کردین، در صورتی که ما اصلا تو ایران هم چیزی نبود. اسلام، حکومت اسلامی آلترناتیوی بود که از طرف دولت آمریکا و دولت‌های غربی اومد. من البته یه مقدار باید از یادداشتم رو به خاطر کمبود زمان کوتاه بکنم و میخواستم برسم سریع به سر این که به هر حال جمهوری اسلامی هم جدا از حلقه سرمایه‌داری دنیا و جهان نیست، اونجا هم یک حکومت حافظ سرمایه‌داری وجود داره و ما به همون القا میکنن که توی ایران که کمونیسم جا نداره، که جایگاهی نداره، که شما میخواین ایده های خوبتون رو که هم میپسندین ببرید تو ایران تا اجرا بکنه، قابل اجرا نیست. من میگم ما کمونیست های کارگری اینجوری نیستیم. این توهمه. یک مبارزه‌ای در درون ایران هم مبارزه طبقاتی وجود داره. ما میخواییم اون مبارزه طبقاتی کارگران رو تقویت کنیم، متشکل کنیم، متحد کنیم، رهبری بکنیم و کارگرها مجبورن برای اینکه خودشون رو رها بکنن، برای اینکه خودشون رو آزاد کنن، جامعه رو آزاد بکنن. قرار نیست یه عده بیان دولت تشکیل بدن و
دادگاه های صحرایی تشکیل بدن، یه عده دیگه رو به اردوگاه های کار بفرستن. اردوگاه های کار قبل از استالین هم بوده و اتفاقا میلیون این کار رو کرد تو تاریخ. بنابراین تو ایران هم آلترناتیو ما همون آلترناتیو من آلترناتیو حکومت کارگری است و اونجا هم میتونه این به وجود بیاد و اونجا هم میتونه، منتها ابزار خودشو میخواد. ابزارش اینجوری هست که نمیگن که فلانی چند نفر رو فرستاد فلانی رو ترور کردن پس رژیم عوض شد، یا فلانی رفت آدم فرستاد سر فلانی رو برید رژیم عوض شد، همچی چیزی نیست. حزب میخواد، حزبی میخواد که سراسری باشه، قدرتمند باشه، بخش علنی داشته باشه، بخش مخفی داشته باشه. از مبارزات حتی اصلاح طلبانه امروز شروع بکنه و شرکت بکنه و اونها رو تقویت بکنه. ما حتی سر این هم نیستیم، ما اصلاح طلبی واقعی رو هر نیم قدمش رو ازش دفاع میکنیم، ولی اصلاح طلب نیستیم. ما میدیم حتما ادامه اصلاح طلبی رو باید برد به انقلاب و انقلاب خشونت. کسانی اصلاح طلبن که میخوان همه چیز رو فقط از راه اصلاح درست بکنن و همه چیز رو غیر از اصلاح رد میکنن. ما همچی چیزی نداریم. ما میگیم حتی زندگی در دموکراسی لیبرالی خیلی مصیبتبار هم بهتر از زیر حکومت دیکتاتوریه، یه واقعیتیه. ولی خب آیا فقط یه ذره شو میخوایم از بهبود؟ هر کی از یه ذره رو بخواد خب خوبه، ولی ما میخوایم کل بهبود، کل آزادی، کل برابری، کل رفاه رو برای جامعهمون بیاریم. بنابراین آلترناتیو میشه آلترناتیو که من تبلیغ میکنم، آلترناتیو سوسیالیستی، حکومت کارگری که کمونیسم کارگری تبلیغ شد. و شاید تو بخش سوالات خیلی چیزهای دیگه هم مطرح بشه و سر دوست دارم بیشتر سر همین مسئله انتخابی بودن تمام مقامات و پست‌های سیاسی و سر اینکه حقوق و امنیت انسان‌ها، اصلا سوسیالیسم کمونیسم برای رفاه انسانه، نه اینکه یه عده آدم‌هایی که افکار خوب دارن و میخوام بیان اونو تو جامعه تحمیل بکنم. همچی چیزی نیست. حتی تو اون حکومتی که من آلترناتیومه، این حکومت کارگری، من این رو تأکید میکنم که باید حریم شخصی وجود داشته باشه برای هر مرد، هر انسانی، تلفن و خونه و اون حیطه شخصی آدم ها نباید تحت کنترل باشه. خب پس من در عرض یک دقیقه یه مقدار زیادی رو ازش میگذرم و اینو توضیح با این توضیح که اپوزیسیون ایران به سه بخش تقسیم شده: اپوزیسیونی که پروژه آمریکا رو پیش میبره، اپوزیسیونی که حفظ جمهوری اسلامی رو به رنگهای سیاه و سبز و فلان و اینها میخواد نگه داره، و اپوزیسیونی که میخواد اون آلترناتیو مردم رو که با هر دو اینها همیشه در مبارزه بوده بیاره و مردم عمومی‌تره. من میگم اکثریت مردم ایران کارگرها هستن، مزدبگیرها هستن، زحمتکشا هستن و اون نیرو در عرض یک روز خلق آنچنان تشکلی به وجود خواهد آورد که این اپوزیسیون های حتی مدافع پروژه آمریکا هم نخواهند تونست اینو جلوش بگیرن. خیلی ممنون. من بچه‌ها